شیوا محبوبی who has been a political prisoner and he also works as the showman in the in a TV show on political prisoners in Iran. I also greet you. Happy New Year. Thanks to organizers and Sudwind that gave me this opportunity. I'll speak in English. So that those who don't speak Farsi ممنون از اینکه من دعوت کردین. ممنون از سازمان دهندگان. سودوین اگه درست تلفظ کنم، برای که به ما فرصت دادن که این فرصت رو دادن به زندانیان سیاسی، برای که من اینجا نماینده سخنگوی اونها هستم. هزاران زندانی سیاسی فرصتی رو ندارن که اینجا باشن. این عکساری که میبینید پشت من، این موسیقی که میشنید فقط صدای ضربان قلب هست. اینها فقط نمونه‌های کمی هستن از زندانیان سیاسی که دسترسی به دارو ندارن. میتونین چهره هاشون رو و اسم هاشون رو ببینن و بعضی از بیماری هاشون رو. احتیاج نیست که همه سخنان رو صحبت کردن از موارد مختلف نقض حقوق بشر. من حالا لزومی نداره که به این فهرست بی پایان نقض حقوق بشر در ایران و جنایتی که رژیم مرتکب شده نام ببرم. نقض حقوق بشر رو همه ازش خبر دارن، از طرف رژیم ایران، سازمان ملل و سازمان‌های دیگه هم شناختن. خیلی از مردمی که در گوشه گوشه دنیا که داریم، از جمله خود شما که اینجا هستید و دارید این ویدیو رو تماشا می‌کنید، می‌دونید که در ایران چه خبره و چه وضعیت تحمل ناپذیری رژیم بر ایران، مردم ایران تحمل کرده. آدم ربایی، شکنجه، اعدام، سنگسار، اعدام، اینا همش فقط مثال نمونه های هستن از کارهایی که رژیم در پس 5 سال گذشته انجام داده. از وقتی که حسن روحانی به قدرت رسید، همین 8 ماه پیش بیش از 600 نفر اعدام شدند. دبیرکل سازمان ملل بان کی‌مون هم انتقاد کرده جدیداً از حسن روحانی برای اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران نتونسته بهبود بده. نکته اصلی اینه که این کمپین آزادی زنان سیاسی در ایران، این سازمانیه که من نمایندهش هستم. ما در این سازمان خیلی از فعالان ما نامه نگاری کردیم به جامعه بین المللی، از جمله بان کی‌مون و اتحادیه اروپا، و بهشون اخطار دادیم که نقض حقوق بشر در ایران بهشون اخطار دادیم و گفتیم که روحانی جزی از این مسئله هست، جزی از مشکل هست و نمیتونه راه حلش باشه. هیچ تغییری نخواهد توانست وضعیت حقوق بشر ایجاد کنه. ما خیلی گفتیم او همین سیاست بازداشت ها و اعدام و شکنجه دگراندیش ها رو ادامه خواهند داد و این کار رو کردن از زمانی که به قدرت رسیدن. ما از تقاضا کردیم از جامعه ملل که کاری انجام بدن. هر دفعه ما گفتن که صبر کنید، روحانی کاری خواهد کرد. متاسفانه این انتظار خیلی باز جانهای زیادی رو گرفته. از دست کم 600 نفر ادامه فقط یک جنبه از جنایتی هستن که رژیم مرتکب شده. خیلی جنبه های دیگه هم وجود داره. محرومیت زندانیان سیاسی از رسیدگی پزشکی و دارو. من رو این تمرکز خواهم کرد برای که در گزارش احمد شهید بهش اشاره شده، ولی نه به عنوان یک جریانی که به صورت سیستماتیک ادامه داره. بدون اقراق صدها زندانی سیاسی
به این شکنجه، در مرز این شکنجه هست، ما بهش میگیم اعدام خاموش، که میذارن که شما ببینید و لازم نیست که دیگه اعدامتون بکنن بدون با دوا ندادن، نرسودن دارو. این وضعیت خیلی خیلی شوک آور هست، ولی متاسفانه خیلی عده کم دونستن. در سال کسی بار یک زندانی از رجای شهر به من تماس گرفت و گفت که همسلولیش افشین اوسانلو میخواست که به عنوان کمپین آزادی رزیدنسی یک نامه ای از طرف او بفرستیم به جامعه بینالی. وقتی که من داشتم گوش میکردم به سخنان این زندانی و یادداشت برمی داشتم مینوشتم اون نامه افشین رو، هیچ وقت فکر نمی کردم یا شاید هم نمیخواستم که تصور کنم که این آخرین نامه ای خواهد بود که ما از افشین دریافت خواهیم کرد. برخی از شما که نمیدونید که افشین هستن، باید بگم که این یک کارگر زندانی بود که در سال 2013 در ماه جون درگذشت در زندان رجای شهر و در رژیم گفت که ایشون دچار حمله قلبی شده در زندان رجای شهر. خانوادهش میگن که هیچ مشکل قلبی نداشته یا هیچ بیماری جدی هم دیگری هم نشه. همسریهاش میگن که افشین که سینهش درد گرفته بود رو زندانبانها بردن به بهداری زندان و بدون هیچ خبری اونجا بود و همسریهاش معتقدن که هیچ کاری انجام نشده برای اینکه به وضعیتش رسیدگی بشه. افشین اولین کسی نیست که به خاطر بی‌توجهی به نرسیدن خدمات پزشکی میمیره. چند نفر دیگه هم کشته شدن، از جمله منظور رادمر، محسن دکمچی و علیرضا کرمی خیرآبادی که فقط یه چند نفری هستن. رژیم یک روش جدیدی اختراع کرده برای اعدام زندانیان سیاسی به دور از چشمان مراقب سازمان‌های حقوق بشر، به این ترتیب با دوا نرسوندن و نده. هر بار که رژیم یک زندانی سیاسی رو اعدام کرده، اونها مواجه شدن با اعتراض جهانی و نمی‌خوام که این با این مواجه بشن. گرچه محروم کردن زندانیان از مراقبت پزشکی همیشه اینطور بود، وقتی من زندان بودم اضطراری ترین داروها رو به من نمی‌رسوندن برای که زندانی بودن، ولی تفاوت وضعیت اینه که فعلا بنابر گزارش هایی که ما دریافت کردیم این روش خیلی گسترده تر الان مورد استفاده قرار میگه و به صورت سیستماتیک در 3 سال گذشته. این قتل ها با نرسوندن مراقبت های پزشکی ضروری انجام میشه. اغلب نیاز به این مراقبت ها به خاطر آسیب هایی که زندانی بینه در زمان بازجویی، کسانی که دیابت دارن، وضعیت بیماری قلبی دارن و بعد میگن که زندانی به دلیل طبیعی مرده وقتی در زندان. یک نمونه اخیرش همون افشین اوسانلو است که الان گفتم. در یک موارد نادری وقتی مراقبت پزشکی در تأمین میشه، خیلی به خلاصه دارم میگم، زندانی ها رو تأخیر میکنن، بدرفتاری جسمی و شکنجه. مثلا محمد رضا پورشجری که وضعیت بیماری قلبی شدید داره، سعی کردن که بهش تحمیل بکنن که مصاحبه تلویزیونی بکنه پیش از این که عمل بشه. بدرفتاری ها باعث میشه که وضعیت سلامتی زندانی ها وخیمتر میشه. چندین زندانی سیاسی از جمله صالح کهندش گفتن که ما دوا نمیخوایم چون همین که برمیگردیم بدرفتاری با همون شدیدتر میشه، نمیخوایم که به مراقبت های پزشکی نمیخوایم. سازمان ما چندین گزارش تهیه کرد در این مورد و اونها رو فرستادیم به رؤسای کشورها، سازمان های حقوق بشری، سازمان ملل و اتحادیه اروپا. زیاد متاسفانه توجهی نشده و زیاد هم
جدی گرفته نشده. کیس های زیادی بودن، زانیار و لقمان مرادی مثلا، محمد رضا پرشجره، رضا شهابی، حسین کاظمی بروجردی، حسین رونقی، که همین چند روز پیش تحصان کرده جلوی اوین. در ماه اکتبر سال 2013 سازمان ما یک کمپین رو شروع کرد، اجازه ندید که قلب اینها متوقف بشه، برای حمایت از اون زندانیان سیاسی در ایران که محروم هستن از ملاقات پزشکی. هدف این کمپین اینه که تاکید بکنه وضعیت این زندانیان رو، برای اینکه نشون بدیم این رویه این رژیم رو برای با کشتن خاموش این زندانیان، با محروم کردنشون از مراقبت های پزشکی، برای فشار آوردن به رژیم، برای اینکه بهشون توجه مراقبت های پزشکی لازم رو تأمین بکنه. اتحادیه اروپا، سازمان ملل، سازمان های بین المللی، سازمان های بین المللی همه باید وارد عمل بشن علیه نابودی زندانیان سیاسی از طرف رژیم اسلامی. لطفاً این برای این موضوع اولویت قائل بشیم. وقتی که برمیگردید به سازمان خودتون، لطفاً یادتون باشه که صدها نفر وجود دارن که در انتظار اقدام شما هستن و فقط چند نفر نام بردن و یه دشون هم اعتصاب قضا کردن. از شما میخوام که این طرح و برنامه یک اعدام خاموش و یک شکنجه هست و فشار بیارید به رژیم که فوراً مراقبت های پزشکی رو برای این زندانی ها تأمین بکنه و تقاضا کنید که اونها آزاد بشن.